این فرمه. یس همین بس آقا. فرانسه استی هر گلس آیسی؟ امروز با هم دیگه اومدیم سراغ اکانت سفید سیتی و پک اوپنینگ تیم دوم فانتزی با یه سری پکی که واقعا واسه زحمت کشیدم و عرق ریختم. حالا اینکه چیه و چجوری عرق ریختم و جلوتر که خواستیم بزنیم بهتون میگم. ولی یه نکته ای داره این ویدیو، اونم اینه که الان این ویدیو رو من دارم بک تو بک از ویدیو قبلی پک اوپنینگمون ضبط میکنم که توش 9 تا پک مثبت 83 10 تایی زدم و کلی پلیر پیک هیرو نمیدونم همه چی زدم که نتیجهش هم تو ویدیو میتونیم بریم ببینین. این ویدیو رو الان بلا فاصله بعد اون دارم ضبط میکنم با همون لباس و همون حالت نشستن، قراره که بریم اکانت سفید سیتی ببینیم که واقعا پک لاک بده یا اونجا وزنش بد بود. نمیدونم الان قراره که بهمون ثابت چه، چون اینجا پکای بیشتر و بهتری داریم و از همون هیروها و نمیدونم پلیر پیکی که توش آنربل منشن میتونست بده که نداد و اینا هم میتونیم ببندیم دوباره. و همین پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو رو ببینید و فکر کنم یکی از مهمترین ویدیوهای سفید سیتی باشه، چون که اصلا بریم جلو میبینید چرا. پس دیگه بیشتر از اینم توضیح نمیدم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و بریم ببینیم چه خبره. همونجوری که دارین میبینید این بازیکن‌ها الان تو پکا هستن. اسنایدر بهترین هیروهاست، یحیی توره است و اینا، بعد هر چی بده تو این اکانت دبل. تیم حال حاضر من اینه. چرا تیمم اینه؟ به خاطر اینه که اسم تیمم میبینید دیگه، با این تیم من اف سی فانتزی کاپ رفتم که یه چیزی آورده بودن، کلا یه سری چالنجه که توی یه کاپی باید بازی میکردیم، توی جوایزش یه سری پک میده و یه دونه فرناندو تورس میده که من همین چالنجارم با تورس قرضی که داشتم رفتم. ولی الان که جوایزو کلیم کنیم، چون هیچ کدوم از جایزه ها رو کلیم نکردم که تو این ویدیو الان همه رو با هم کلیم کنیم و همه رو بزنیم، یه دونه فرناندو تورس هم الان واقعیشو، یعنی همین کارتو واقعی که دیگه قرضی نباشه رو بهمون تو جایزه های همین کاپ میده، که من خدایش از تورس خیلی راضی بودم. این که الان زده 22 بازی بدون گل، به خاطر اینه که توی این مود فرندلی گولا حساب نمیشد. مثلا پولیتانو هم که کلی واسم گل زد، گولا ناش زده 0. بعد آره دیگه مود اینجوری بود که بازیکن مثلا بالای 88 نبم، هنوزم فکر کنم چالنجشو بشه رفت. خوبه به نظرم وقت بذارید برید. من مثلا تو اکانت اصلیم یه شب نشستم ویکند زدم که جوایزشو آف استریم زدم، رنک 11 بولت هیچی نداد. اومدم اینجا میخواستم ویکندشو بزنم، هنوز تموم نشده بود، میخواستم ویکندشو بزنم، گفتم چه کاریه فشار بخوری، تهشم هیچی نده، میرم فرندلی خیلی چیل بازی میکنم، تهشم کلی پک خوب بهم میده که الان میخوایم پکار باز کنیم ببینیم ارزشش رو داشت این کاری که انجام دادم یا نه. مثلا همین چالنجا رو پس من تو اکانت اصلی نرفتم. یه سری اسکرین شات سیو شده هم دارم از پکایی که توی این چند روز اخیر زدم، ولی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. میایم اینجا دوتا بازیکنی که زدم رو نشون بدم، به نظر منطقی تره. یکیش آسپاس رو فکر کنم دیده بودین، اگه ندیدین حالا یکیش آسپاسه. مارتا هم از همین پلیر پیک ورسز مرسز میده که امشب قراره بزنیم زدم، هم مارتا هم دیبالا که دیبالاش 200 کی بود نمیدونستم چرا. و آکونیا رو هم از یه پلیر پیک مثبت 80 فکر کنم زدم، یه پلیر پیک خیلی بد، حالا اسکرین شاتش هست ولی الان وقت نمیشه ببینیم. کارت خوبه واسه هافبک، ولی حالا من نگه داشتم. وضعیت سویا هم خیلی بده، آکونیا هم فکر کنم خودش مصدومه یا نمیدونم، خیلی وضعیت آبگریدیش بد و پیچیده است، به خاطر همین اصلا نمیتونه شبیه یه دفاع چپ خوبم بشه. همون نگهش داشتم حالا ببینم چه جوریه، به عنوان هافبک تعویضی میتونه خوب باشه. دیبالاش هم به دردم نمیخوره، ولی دیدم قیمتش بالاه و 4-4ه، حالا بعدا میخوام تستش کنم، نمیدونم شاید کارت خوبی باشه. بعد مارتاش هم که به درد نمیخوره، آسپاسش هم به شدت دبلیو میشه، همین الان یه آبگرید رو گرفته و فکر کنم دو تا آبگرید دیگه رو بگیره. اونجوری حساب کنیم آسپاس واقعا یه این پلی داره و احتمال زیاد به زودی به تیم اضافهش کنم. اینم از این و بریم از همینجا وارد ابجکتیو باشه. آته من حس میکنم موقعی که چیزه اسکواد کانسپت باشه بهمون بد میده، ولی چون تیمیه که باش همین پکا رو گرفتیم، تیم ابجکتیو، میخوام دست بهش نزنم و تو همین حالت بمونه. بخاطر همین فقط برای اینکه از کانسپت در بیادش برم این ولا نمیدونم چی رو بخرم. واقعا هم دروازه‌بان خوبی بودش، من دروازه‌بان خاصی نداشتم چون دروازه‌بان خودم ریتش 92 بود، به این چالنج نمیخورد. رفتم اینو گرفتم که واقعا خوب بود، اصلا یه سیوایی کرد که منو واقعا نجات داد.
چون این ابجکتیو خیلی از منچاش فریوین بود، یعنی فریوین که نه از این گلدن گولا بود، مثلا من گل اولو میزدم حریف لف میداد خودش، به خاطر همین منم دیدم اینجوریه، خیلی بازیایی که گل اولو خوردم منم لف دادم که مثلا وقت گرفته نشه، ولی نیمه های بازی 4 دقیقه است، یعنی شما بخواید برین ویکند بزنین هر نیمه 6 دقیقه و در مجموع بازی 12 تا 15 دقیقه طول میکشه، اینجا ماکسیمم 10 دقیقه طول میکشه هر بازی، که این خیلی خوبه. و این پکا پکاییه که الان قراره باز کنیم، خیلی پک خوب، پکای خوب توش زیاده، مثلا مثبت 85 دوتایی داریم، 84 پنجتایی داریم، 85 ستایی داریم، یه آلتیمیت پک داریم، گل سرسبد اینه، یه 84 بیستایی و 85 دهتایی، یعنی امشب ایونت نزنیم به نظرم دیگه تا آخر هفته نمیزنیم، در این حد بهتون میگم. بعد داره دیگه ما کلیمالو میزنیم همه رو بگیره، که میگم یه فرناندو تورسه و کلی پک، و الان باید فرناندو تورس رو بدیم. دوتا پلیر پیک دارم یادم نبودش، و فرناندو تورس رو میدیم تو کلاب، دوتا پلیر پیک رو میزنیم به عنوان پیش غذای کار دیگه، که پلیر پیک های خوبی نیست دیگه، از اینا من دیدین تو اکانت اصلی 3 تا زدم که اصلا به زور واکاوت دادش، اینجا واکاوت هم نمیده، ولی 65 کلابمون هم که طبق معمول همیشه خالیه، ولی احتمالا امروز خیلی پر بشه و داپلیکیت هم بزنیم چون پکا رو دیدین دیگه. و اینجا هم لوک دیون که سخت بشه، اینجا هم فرانک دیون 87 رو میزنیم، و مثل اینکه این پلیر پیک بالاتر از 87 نمیتونه بده چون تو اکانت اصلی هم ماکسیموم 87 زد. عیبی نداره، هیچ عیبی نداره. ابجکتیو جدیدی هم که اومده اینجا این کارته که بوندسلیگا رو به تیم من میخوره، مستقیم میتونه کمیستری کامل تو تیمم بازی کنه، و من که حالا همه ابجکتیوا رو میگیرم، ولی این فکر کنم تو این اکانت که این پلی داشته باشه، چون از لیورکوزن فکر کنم کل آبگرید دارم بتونه بگیره. لیورکوزن یه جوریه که هم علاوه تعداد گل به نظرم میتونه آبگرید چه و همه چی خوبه، مگر اینکه خود یارو بازیکن مصدوم باشه. نمیدونم، حالا زیاد هم چیز مهم نیست. بریم شروع کنیم پکا رو زدن. همه پکا هم آنتریده و منم میترسم همین اول کار یهو دابلیکیت بده داستان بشه. ولی از اونجایی که دنی همیشه یکی از پکای خوب اول میزنه، میخوام یه دونه الان 85 سه تایی داریم و دو تایی دیگه، میخوام یه دو تاییشو اول کار بزنم. همین اول کار با این پک شروع میکنیم که اسپانیا گلکیپر بارسلونا 87 و دبل واکاوت. دبل واکاوت اول رو تو پک اول میزنیم، خدایش دبلی، من تو کل ویدیو قبلی تو اکانت اصلی یه دونه دبل واکاوت هم نزدم، اینجا تو پک اول داد. میگم خدایش پکایی که اینجاست از پکای اونجا بهتره. 83 دهتایی اصلا نرف شده بود و مزخرف، ولی خب همین امشب هم تو این اکانت هم میتونیم ببندیم و بزنیم، فقط این فرم میخوام. الان اگه تو پکامو بهمون این فرم بده میتونیم از اون پکا ببندیم و بزنیم، با اینکه خوب نیست، ولی دوست دارم که تو این اکانت تستش کنم. بریم واسه یه همینجوری چند تا معمولی ها رو بزنیم. 83 دوتایی که ایتالیا میده، سی دی ام میده و تونالیه، بابا دبلیو خداییش داره خوب میده، چون اینجا میگم علاوه فودری و فلان اصلا خود 83 و اینا هم تو کلاب هم ندارم، یه سری گلدریر معمولی 82 81 و اینا دارم، خیلی وضعیت خرابه. یه 81 دوتایی زدم، آلمان میده، سی بی میده، رودیگر باش که رودیگر نیست و گینتر 84، اینا فکر نکنم دابلیکیت باشه، میگم کلاب خالیه خالیه، پاک پاک. یه مثبت 82 تایی هم میزنیم، بعدش بریم یه پک خوب بزنیم، چند تا پک بد دادیم میطلبه که خوب بزنیم. میخیتاریان 81 میده که خوبه، حتی اینا هم دابلیکیت نمیشه، وضعیت خرابه واقعا، وضعیت خرابه. پریویو پک هم نزدم، ولی نگه داشتم کلا نزنم. این پکایی هم که اینجاست مال اون پلیر پیکا بود دیگه، گفتم پک برونز میده، میتونیم به عنوان پکای ریسیت کننده پک لاک ازش استفاده کنیم. فعلا زوده بریم واسه اولتیمیت پک. یعنی من اون شب اگه به جای این ابجکتیوا میشستم ویکند میزدم، تو بهترین حالت میخواست اولتیمیت بده دیگه، اینم اولتیمیت بزنیم ببینیم چیه توش. یه گلد فرانسه استی، الان میگه پاریس سن ژرمن که حتی پاریس هم نمیده، خیلی هم عالی. و لیزومر خیلی هم عالی. اینجا هم فکر کنم دابلیکیت نداده آجی، اشمام واقعا اینجا هم دابلیکیت نداده، یعنی کلابم خیلی خالیه، من دیگه انقدرم فکر نمی کردم خالی باشه، یه لحظه نگران شدم بیشتر تا اینکه خوشحال شم، ولی خب اوکی. بریم واسه یه 84 ستایی اول،
بعد اون 5 تایی رو حالا بعدا میزنیم. آلمان استی بایر مونی شولر فکر کنم شولر ناتبت دبل هم نبود فکر کنم نهیدم آره دبل هم نبود. لیزومر دابلیکیت داد که واسه یه دونه 84 توی این اکانت به نظرم بریم یه چی ببندیم. آره با این یه دونه 84 اسکواد ریت 84 هیرو رو بستم که دو بار الان امشب میتونیم هیرو بزنیم، یه دونه پلیر پیک کمپین میکس میتونیم بزنیم، سه بارم مثبت 83 10 تایی میتونیم بزنیم. پس اصلا نگران دافیکیت نباید باشیم، فقط ریت بده. الان این پک به ما بیاد مثلا برناردو بده واقعا اوکیه، مثلا پکو میزنیم، پکو میزنیم، همین الان برناردو رو بده دافیکیت میشه ولی فدو سرش. ریت بالا داره میبریم میزنیم به زخمی بابا. چی فکر کردی 85 داد؟ 85 دادش که بیایم پایین و چرت و پرت نگیم. به نظرم منطقی هم بود کار ای 85 84 82 دو تایی نمیدونم چرا هنوز نزدیم و داریم ولی باید بزنیمش که دو تا هم ازش داریم. بعد بزنیم رف رو مخ همیشه لحظه رف رو مخ همین دوتا رو بزنیم تازه اینجا سبک میشه. میتونه دیبروین باشه که نیست، کاراسکو و هرناندز. 84 هم خدایش خوبه، 84 هم اصلا فودر حساب میشه، بالای 83 فودر حساب میشه. بعد اینم بزنیم که این دوتا 82 ها تموم شه که اسپانیا میده، استی میده، موراتا دیگه که موراتا نیست، لورکوزن ورخای گلاسی ها ساجی. این کی رفت لورکوزن؟ بتیس بود. چقدر تیم خوبی شده لورکوزن، چون این مهاجم خوبیه واقعا. من چون تو بتیس بازی میکرد بازی های بارسا و بتیس بالاخره میدیدمش، خیلی مهاجم خوبیه و چه تیم خفنی ساخته واقعا جابی آلونسو. به هر حال بریم واسه پک مثبت 83 دوتایی، بازم خوب نمیده. انگلیس آربی آرنولد باش که آرنولد هم هست، آرنولد هست ولی دبل نیست. خوبه خوبه، از دو پک دو بازی کنه به نظرم همین که واک اوت زدیم دبل دیو 86 و ببین الان یه هیرو رو که قطعا میشه بست، چون یه اسکوادش هم بستم، یه اسکواد مونده که الان قطعا میتونیم با همین بازی کنه که تا اینجا زدیم ببندیمش. خب میمونه هیرو دوم که اونم احتمال زیاد میشه زد چون هنوز پک خوبا مونده، ولی نمیدونم حالا از پکای دیگه بشه زد یا نه، چون هیرو تو این پیکو پکایی که گفتم تنها چیزیه که اصلا این فرم نمیخواد و الان من این فرم ندارم و اینجا هم تا الان این فرم نداده. پس ما بیایم اول 85 ستایی رو بزنیم، ایونت میخوام سرش گلده که ایونته ولی با رنگ گلد. آقا اولین ایونت رو زدیم تمام. کاندروا و اوپ خدایش ریتینگی دبلیو و فیس کاندروا اسکن شده نیست. یارو 40-50 سالشه، وقتی یه آدمه تو سریا تیمای مختلف داره بازی میکنه و تا الان واقعا یه نفر نرفته فیس اینو اسکن کنه، عجیب بود ولی کارت خوبیه. ویک پنجم داره آجی، واقعا کارت خوبیه. فقط یه او میتونه سی ام بازی بکنه و دف 72 داره و آجی واقعا کارت خوبیه. استامینا هم حتی چیز داره، رینسلس داره، این سی سی پلاس هم آجی خیلی کارت خوبیه. خوبه خوشحالم ویک پنجم داره، قطعا تستش میکنم به عنوان هافک باکس تو باکس بیشتر اتکینگ و وضعیت آپگریدیش هم فکر کنم خیلی سخت باشه، چون سالرنتینای همون تیمی که الان هستش خیلی وضعیت بدی داره و فکر کنم مثلا در حال سقوط باشه. حالا کاری با اون نداریم، باید برم ببینم که وضعیت خود بازیکن چجوریه. اگه وضعیت بازیکن خوب باشه حداقل میتونه مثلا دو تا آپگرید واسه تیمش بیاره. قیمتی هم کارتش احتمالاً ارزونه، آره دیگه 40k حالا 30k هرچی مهم نیست، آنتریده بده و تو سفید سیتی دبلیو. میدونم قشنگ از این کارتا بود که اگه تو تیم اصلی میزدم میگفتم ای کاش اینو تو سفید سیتی میدادم، الان که تو سفید سیتی داده دیگه نمیدونم چی باید بگم. ولی با اینکه حس خوبی نسبت به اینکه دوتا پک خوب و بک تو بک بزنم ندارم، ولی بریم واسه مثبت 84 5 تایی. امیدوارم بازم ایونت بده، هرچی میده شیلی گلکیپر. ایونت نیست و دبل گلدم دبلیو خداییش، دبل گلدم خوب روبن دیاز.
اندلر و روبن دیاز خیلی داره ریتینگی خوب میده. واقعا خوشحالم چون واکاوتو دابلیکیت هم نداد. خیلی دوست دارم الان کل فودرا رو آتیش بزنم ولی خودم رو کنترل میکنم. حالا یه دونه هیرو رو که الان چون نصفشو بستیم میبندم. ولی از اون چیزایی که گفتم احتمالاً همه‌شو نبندیم که فودرا رو سیو کنیم ببینیم از بازیکن‌های خوبی که الان هست میشه چیزی بس یا نه. و حالا که دابلیکیت نداد و اینا این دو تا پکو بزنیم. پریمیوم گولد پلیرز پک اسکیپ میکنیم. دوتا رو پشت هم بزنیم که اولی یه دونه دابلیکیت میده که مهم نیست، تازه تریدش هم دارم، همین یه دونه هم سوخ ندادیم. بعد بریم واسه پک دوم از همین پکای پریمیوم گولد پلیرز پک با گارانتی ریت 80 که اسپانیا میده، آربی میده، اسکیپ میکنیم. از رئال هم هستش دیگه، یا کارواخاله که آره دیگه کارواخال. بعد بریم واسه دوتا پک خوبمون مونده، میکس پلیر پک رو بزنیم و بریم سراغ اون که یه لحظه دوباره خداییش یه ثانیه فکر کردم آیکون زدم ولی نه، سیلور رنگ آیکونه دیگه، یاد گرفتم تموم کارتون. بریم سراغ پک آخر، پک احتمالا آخر که نیسته چون داپلیکیت میده، میگم آخر چون بعد این احتمالا یه هیرو داریم بعد پک آخر. و 85 10 تایی رو به نظرم آخر بزنیم. الان 84 20 تایی رو میخوام بزنم که پک خوبیه دیگه، پک خوبی و یادم نمیاد تو پک های قبلی با دماغ زدم یا نه، ولی اینو با دماغ میزنم، اینو با گوشه دماغ من میزنم. ببین سوراخ سمت راست، سوراخ سمت راست این فرمه. یس همین بسته آقا. فرانسه استی هر گلس آیسی دهنه تو سرویس آجی. یه لحظه بکردم چیزه، دمبله است، دمبله استی پستش، یعنی فرانسه استی الان هم میتونه امباپه گولد باشه هم دمبله فانتزی. و واقعا یه لحظه دستام یخ کرده دی، گفتم دمبله زدم. اوه بابی فیرمینو و کاتوتو ایونت، اوه سه تا اینفورم داده جی. یعنی سه بار میتونیم همین الان بریم پک مثبت 80 و سه ده تایی ببندیم، ولی حس میکنم که اسکم اون پک. حالا یه بار میبندیم ولی اگه خوب نداد دیگه نمیبندیم. و واکاوتی هم تا اینجاش خوبه. دو تا ایونت زدیم جونم حاجی. وای کارت استنوی خیلی خوبه، این کارت دیده بودم و واقعا دوستش داشتم و به تیمم میخوره چون کیمیش دارم میتونه فیکس بازی بکنه واسم و واقعا خوشحالم حاجی. این کارت واقعا خفنه، تیم مردای بایر مونیخ که افتضاح وضعیتش، ولی فکر کنم تیم زنای بایر مونیخ وضعیتش بهتر باشه چون من سر تیم زنای وولفسبورگ رفتم نگاه کردم جدول زنای بوندسلیگا رو، دیدم که چیزه مثل اینکه تیم بایر مونیخش هم قویه، وولفسبورگ الان صدر جدول، اینا دومن. یعنی واقعا این کارت 50 کی بابا بلم کن، من عاشق این بازیکنم حاجی. اصلا انقدر تو بازی کیوته، شما برین گیم پلیش رو ببینید، فیسش رو تو بازی ببینید، میبینید که ارزشش از 50 کی خیلی بیشتره. واقعا ناراحت شدم. یه دونم بازیکن خاسکوراو یا همچین چیزی واقعا نمیتونم بخونم دیگه، چرا فشار بیارم. میتونه کارت خوبی باشه، حالا باید ببینیم وضعیت آپگرید و اینا چیه. کلا من اینجوری هم شما هم اینجوری باشین که اگر هر کارتی چه L چه W از کارتای فانتزی زدین نگه دارین تو کلابتون، حتی اگه فودر هم هستش میتونه آپگرید بشه و فودر بهتری بشه، پس خیلی زود رد نکنید بره. ولی W بازیکن‌ها رو میدیم کلاب، سه تا دابلیکیت هم زدیم، سری میریم هیرو رو میبندیم میایم. میرم از هیروی اول، هیروی اول بسته شد به همین راحتی و واقعا بعد از مدت‌ها دارم نوسو یادم رفت. حالا ما میزنیم هیرو رو، بعد میریم هیرو دوم اسکواد اولش رو میبندیم ببینیم هیرو خوب میده یا نه، چون الان این فرم داریم دستمون بازه، چیزای دیگه هم میتونیم ببندیم دیگه. هیرو رو بزنیم ببینیم چه جوری میده. آقا دو بار پایین یه بار بالا دیگه، همین زدم رفت و امیدوارم خوب بده که نمیده. یعنی لعنت بهت تو این اکانتی که واقعا بازیکن خوب به دردمون میخوره و لازم داریم، یه دونه میاد UCL میده که همون یه دونه رو هم کارتی میده که منم دارمش، یعنی من فریشو دارم. سیزن پیش توی اصلا همین ابجکتیوهای سیزن و صفحه های سیزن بود.
خب پلیر پیک کمپین میکس رو بستم، کاملا بستم، با اینکه یه دونه کلا روبن نوس شد و 4 داپلیکیدمون بود، ولی کامل بستم که تو اون پک آخر داپلیکیت زیاد بهمون نده، ولی خالا زیاد مهم نیستش. نوس رو میدیم کلاب و میگم آیکون و هیرویی که با هم حال نمیکنه، یعنی با اکانت سفیتیتی حال نمیکنه یه کلا. اینجا ببینیم جبران میکنه یا نه. قبلی که زدم دیبالا داد نات بد، ولی نمیدونم دفعه اول نشد، نمیدونم چرا، ولی ای کاش دفعه دوم هم نمیشد، واقعا ای کاش دفعه دوم هم نمیشد و ای کاش هیرو رو میبستم. خیلی بد داد، یعنی اصلا همهشون مزخرف هم و زده مثبت 87، ستاش هم 87 داد بیناموس. منم ریچالیسون رو برمیدارم، پک اصلی امشبمونو بزنیم، پک مثبت 85 دهتایی که قبلی که زدیم 84 20تایی بازیکنی تعدادی و اینا مثلا بیشتر بوده، ولی اینجا ریتینگ بالاتر و جذابتره. یه سری هم پک شروور داریم از این پکایی که به خاطر بستن هیرو و این چرت و پرتا بهمون داد که اصلا کلا نمیزنیمشون، و قبلی و با سوراخ راست دماغم زدم اینو با سوراخ چپ، یه کوچولو سوراخ چپ درد داشت ولی زدم. آلمان میده، استی میده و هوپ میده، هوپ میده و چون دبل واکاوت گولد داریم یعنی میتونه ایونت بره ته پک، من توضیح داده بودم دیگه، حالا یعنی ایونت میتونه بره ته پک، ایونت میتونه بره ته پک، پس امیدوارم که بره ته پک که نه. پک 85 ده تایمون این شکلی شد، یعنی اگه من این پک رو توی تیم یک میزدم آکونیا و یاگو آسپاس ایونت بهم میداد که جفتش هم دارم، پس چیز خاصی از دست ندادم. یه 83 ده تایی هم ببندیم توی این اکانت تست کنیم، چون اونجا خیلی بد داد، میخوام ببینم اینجا چجوری میده. این 83 ده تایی خاصه چون میتونه ما ثابت کنه که اون اکانت سیاهه یا کلن پک بده، پس میزنیم. حتی معیار خوبی نیست ولی خب زدم، یعنی وسطش خودم پشیمون میشم، نمیدونم چرا یه کاری میکنم که پشیمون میشم، ولی خب واقعا پک بده، پک بده و دیگه نیاز به سند نداره چون از کل پکایی که اونجا زدیم بدتر داد، سرش 84 کلا نشون داد که قشنگ ثابت کرد بهمون که پک مزخرفه و اصلا دیگه نزنیم. و دوباره رو به نوست داد، یعنی من کلابو خالی هم میکنم یه نوست نگه میدارم، این دقیقا همون نوستو میاد میده. خب هیرو دوم و آخر بسته شد، من همیشه وقتی یه دونه بد میده دیگه دومیو نمیبندم، ولی چون خیلی وقت داره بد میده همه رو، یه بار دیگه فرصت میدیم که یه دونه خوب بده و جبران کنه. واقعا دیگه اصلا نمیدونم بعد اون یه دونه چیزه، بعد اون یه دونه فولری که اصلا 3 ماه پیش زدم، کی زدم و اوایل بود که اکانتو ساخته بودم زدم، دیگه هیرو خوب نداده. اینجا واقعا دیناتاله میتونه گیم پلی داشته باشه، یحیی توره میتونه، همه اینا میتونن گیم پلی داشته باشن و نمیده. و رومن نوست هم این دفعه میدیم توی قسمت کویکسلا، سی دی ام میدیم که سی دی ام بگیریم، ترجیحاً رامیرز یو سی ال، غیر اینو قبول نمیکنم. این کشرم برداشتم چون مشکی بود، حالا زیاد معلوم نیست که الان دارم یا ندارم، ولی سرم داشت پاره میشدش واقعا. دو بار پایین یه بار بالا زدم و یه رامیرز، یه رامیرز نه کمپانی، کمپانی دبلیو، ولی بابا دهن تو سرویس، چرا نیومدی یو سی الشو بدی؟ بدی کمپانی بیس واقعا دیگه اصلا نمیدونم، من فقط خوشحالم که بالاخره هیرو خوب دادا، ولی به نظر شما این کارت که از ایتو بهتر نیست، خدایش از ایتویی که با اِوولوشن ترکیبی ساختیم قطعا بهتر نیست، ولی به نظر شما این کارت کمپانی از کارت سالیبا بهتره یا نه؟ سالیبا هم اگه به نظرم، اگه سالیبایی که دارم آنربل منشنش بود، اون که تو اکانت اصلی دارم، اون بهتر بود، ولی این سالیبایی که من اینجا دارم و کلن چیزه انتیسیپیت پلاس نداره، نمیدونم با تست کنم. کمپانی امسال تو هیچ اکانتیم نداشتم، اولین باره که زدم و متد روبن نویس پایین جواب داد تقریبا، و با همین کمپانی خوشگله
کل سکسیمون ویدیو رو تمومش میکنیم و دیگه بیشتر از اینم جا حرف دیگه نمیمونه. مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین. اسم من دنی پینک مان و تا ویدیو بعد. آها اینم خواستم خدافظی کنم، اینم بگم که اگه دوست دارین کمپانیو بذارم تو تیم و گیم پلی برم توی ویدیو بعدی، حتما حتما تو کامنت ها واسم بنویسین. و مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین. اسم من دنی پینک مان و تا ویدیو بعد. فعلا.